سلام و درود به شما هموطنان عزیز و همه کسانی که در ایران یا سراسر جهان بیننده برنامه ما هستید. براتون در هر کجا که هستید سرفرازی و پیروزی آرزو میکنم. اما بحث و بررسی امروزمون اختصاص داره به بررسی آخرین تحولات مربوط به روابط آمریکا و رژیم. اگه خبرها رو دنبال کرده باشید لابد میدونید که وزیر خارجه آمریکا پایبندی رژیم به برجام رو مورد تایید قرار داد، اما اضافه کرد که رژیم ایران به خاطر بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه با تحریم‌های جدیدی روبرو خواهد شد. و همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد که تحریم‌هایی رو بر ضد 7 نهاد دولتی و 5 فرد اعمال می‌کنه. با اعمال تحریم‌های جدید که البته بحث اون از مدت‌ها قبل مطرح بود، فغان و فریاد هر دو باند رژیم بلند شده. باند روحانی که دنبال برجام‌های بعدی بود از زبان ظریف اذعان می‌کنه روح و جسم برجام نقض شده، و در باند خامنه‌ای به خصوص دلواپسا که تا حالا علیه برجام دودودن می‌کردند الان همه نگران نقض برجام شدند. گزارشی رو از آخرین تحولات در این مورد ببینیم. تلویزیون رژیم 27 تیر. دولت ترامپ پایبندی ایران را به برجام تایید کرد. همزمان رسانه‌های آمریکا اعلام کردند دولت دونالد ترامپ در حال آماده کردن بسته تحریمی جدید علیه ایران است. سخنگوی کاخ سفید گفت به زودی وزارت خارجه آمریکا اعلامیه‌ای درباره برجام و توافق هسته‌ای با ایران صادر می‌کند. پایگاه خبری بازفید هم نوشت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های علیه 7 نهاد دولتی و 5 فرد ایرانی وضع می‌کند. وزیر خارجه کشورمان در نیویورک اول به دیدار دبیر کل سازمان ملل رفت. بسیار دیدار خوبی بود، در مورد هم اجرای برجام، هم در مورد مسائل منطقه‌ای، در مورد وضعیت در خلیج فارس. از سوی دیگر از همان کاخ سفید خبر رسید آنها 7 نهاد دولتی و 5 فرد ایرانی را تحریم کردند. مک مستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت ایران روح و متن برجام را نقض کرده، بررسی می‌کنیم و تکلیف برجام تا تابستان روشن می‌شود. و البته شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید هم گفت ترامپ همچنان تأکید دارد توافق با ایران توافق بدی است. اگر آمریکا تصمیم بگیره از برجام خارج بشه یا اقدامات مشابهی رو از اون جنس انجام بده که به معنی نقض اساسی برجام خواهد بود، در اون زمان انتخاب‌های مشابهی برای ما هست. به حمدالله هم از نظر فناوری و هم از نظر آمادگی سیاسی امکاناتش برای ما وجود داره. ترجیح ما این نیست، فکر میکنم ترجیح جامعه بین المللی هم همین باشه که توافقی که با این میزان از تلاش و دشواری به نتیجه رسیده مبنای ادامه کار قرار بگیره. تلویزیون رژیم 27 تیر. به رأی گذاشته شد، پایان رأی گیری. رأی بسیار بالایی تصویب شد، البته چند نفر از دستگاهاشون هم گفتم خراب بود. خب این رأی بالا نشاندهنده این است که عزم ملت ما رو در مبارزه با آمریکا نشون میده و در مجلس که عقاید سیاسی متنوعی هم وجود داره، کاملا در این رأی گیری که مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکاست همه یک صدا هستند و رأی بسیار بالا و استثنایی این باید این پیام رو امریکایی‌ها به درستی درک کنن. تلویزیون رژیم 26 تیر. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با تاکید بر اینکه قدرت موشکی ایران دفاعی است و هرگز قابل معامله و مذاکره در هیچ سطحی نیست افزود هم ردیف شمردن سپاه با گروه‌های تروریستی و جاری کردن تحریم‌های مشابه آنان برای سپاه ریسک بزرگی برای آمریکا و پایگاه‌ها و نیروهای مستقر آنها در منطقه است. کانال حکومتی رادیو گفتگو 26 تیر. علی دوستی مدیر کل مرکز مطالعات راهبردی: تحریم‌ها یک نوع تهدید در مقابل ایران برای جلوگیری از نفوذ منطقه ایران خواهد بود. در واقع راهبرد آمریکایی‌ها به طور رسمی و علنی اعلام شد. تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک کنفرانس رسمی اعلام کرد که ما باید به دنبال تغییر رژیم در ایران باشیم.
این اظهار نظر در یک مجمع رسمی کاملا راهبرد آمریکا را در مقابله با ایران نشان می‌دهد. بنابراین باید تحریم‌ها را از منظر این راهبرد ببینیم. یاسر جبرائیلی از باند خامنه‌ای 27 تیر. واقعیت این است که آمریکایی‌ها نظر به نتیجه‌ای که از برجام گرفتند در پی تکرار آن در سایر حوزه‌های قدرت ایران هستند و این بار قدرت دفاعی ایران را نشانه گرفتند. روز امضای تحریم CIDA توسط ترامپ روز ابطال مجوز آقای روحانی برای اجرای برجام نیز هست. آقای روحانی اگر می‌خواهد این تحریم وضع نشود، به جای همنوایی با آمریکا ابطال مجوز اجرای برجام را علناً و صراحتاً به آمریکایی‌ها هشدار دهد. امروز اعلام شد که آمریکا برای 3 ماه دیگه ادامه برجام رو تایید کرده و در ظاهر خواست روحانی و دولتش که نگران برجام بودن تا 3 ماه دیگه برآورده شده. اما موضع‌گیری همزمان مقامات آمریکایی واقعیت دیگری رو نشون میده که همچنان که خود ظریف هم گفته بود روح برجام نقض شده. نقض روح برجام در صحبت‌های مقامات آمریکایی هم هست که سوال اینه که باقی موندن جسم بدون روح یعنی برجام چه منافعی برای دو طرف داره و چرا آمریکا که همچنان در بد بودن این قرارداد تاکید داره اون رو تعیین تکلیف نمی‌کنه. گفتگوی امروز ما با اسدالله مصنع به همین موضوع اختصاص پیدا کرده. سلام می‌کنم به شما و متشکرم از حضورتون. سلام به شما بینندگان عزیز، بفرمایید. خب اینکه آمریکا به رغم اینکه همچنان نظر منفی نسبت به برجام داره ادامه اون رو برای 3 ماه دیگه به اصطلاح تایید کرد، آیا این نشون دهنده ادامه همون سیاست مماشات نیست؟ بله، به نظر من نه، به دلیل اینکه اولا هیچ گام عملی در جهت مؤثر بودن برجام و مسئله حل کنی برجام برداشته نشده، یعنی برای رژیم هیچ گام عملی برداشته نشده که این برجام براش مسئله حل کنی داشته باشه و راهی باز بکنه. مشکل ناشی از لغو تحریم، شما میدونید همچنان تحریمایی که رو کاغذ لغو شد ولی همچنان تو عمل باقی است. به طور مشخص هم تحریم های بانکی که میدونید مسئله اصلی است که جنگ و دعوایی روش هست و هیچ مسئله حل نکرده و حتی هر قراردادی هم که رژیم بره ببنده حتی مثل همین توتال به دلیل حل نشدن مشکلات بانکی در مبادلات مالی گیر خواهد کرد. پس بنابراین گام عملی تو عمل علارغم این 3 ماه تمدید 3 ماه تایید برداشته نشده. این نکته اول. اما نکته دوم، درست همون زمانی که الان شما میگید اعلام کردن که برای 3 ماه دیگه تایید میکنن برجام رو، بله، همزمان همجوری که توی گزارش خود شما بود اومدن اعلام یک سری تحریم های جدید برای 7 نهاد و 5 شخص رو کردند. یعنی همزمان این کارو کردن توسط خزانه داری آمریکا. درست. بنابراین نمیتوان این تاییدی رو که به مسائل مختلفی مربوطه و از جهات مختلفی قابل بررسیه این رو مقایسه کرد به اینکه با دوره مماشات اوباما مقایسه کرد، چون هیچ ماده عملی درست وجود نداره. حالا شما تو بین صحبتتون اشاره کردید به تحریم چند نفر و چند شرکت، فقط چند نفر و چند شرکت به اصطلاح هستن و این تاثیر جدی روی رژیم نداره این تحریم. باشه، من میگم مثلا شما فرض کنید نداره و این به عنوان یک اقدام سمبولیک، بله، ولی آیا همین اقدام با همین معنای خاصی که من الان میگم آیا همین اقدام در دوران اوباما وجود داشت؟ خیر، هرگز. یعنی این مفهومش یکسان بودنه این زمان این دوران با دوران مماشات اوباما نیست. بله. یک نکته. ولی جدا از این که تغییر سیاست در آمریکا که در دست بررسی خودشون هم اعلام کردن، درست، دارن تصمیم گیری میکنن در دست بررسی که نهایتاً چه خواهد شد. بله. همین موضوع برجام هم جزء مسائلی است که در دست بررسی و دارن بررسیش میکنن که چه منافعی برای رژیم داره چه منافعی برای غرب داره. بنابراین اینم زیر بررسی و تصمیم گیری است. درسته. حالا برجام برای نظام همونطور که
روحانی میگفت، همیشه رفسنجانی هم میگفتش که دستاوردهای مهمی داشته، از جمله که مثلا میگن باند روحانی که سایه جنگ رو از سر رژیم برداشت. بله. از اون طرف هم خب بالاخره در طرف مقابل رژیم دستاوردهایی داشته، مثلا دستیابی به بمب اتمی متوقف شده، تونستن به اصطلاح این کار رو انجام بده. آیا شما این موارد رو دارید میگید؟ بله. ببینیم، بر سر این منافع تو خود رژیم کشمکش وجود. بله. خیلی هم تو همین برنامه سرش صحبت شد. درست. یه بان دستاوردهای برجام رو میگه که خودتون گفتین، رئیس بانک مرکزی توی نیویورک گفت تقریبا دستاورد برجام چی بوده؟ هیچ. و واقعیت هم همینه که همطوری که الان میبینین تو جنگاشون هم بیرون زده، تو دعوا و جنگ قدرتشون، تحریم ها برداشته نشده، راه این باز نشده. این واقعیتی است که همه بهش اعتراف دارن. بله. حتی اخیراً دوباره خود ظریف هم تو همین نیویورک گفتش که آمریکا نقض میکنه. بله. متر و روح برجامو. بله. اما منافع برای طرف مقابل که شما میگین، یعنی اون پنج به اضافه یک، فراتر از اون چیزی که الان شما طرح کردید. چرا این حرف میزنم؟ برای اینکه اتمی رژیم موقتاً تا اونجایی که در کادر برجام بوده مهار شده. بله. یا متوقف شده یا کند شده. و این همون زهری است که ما ازش صحبت میکنیم، به حلقوم رژیم رفته. اما مهمتر از این وضعیتی است که رژیم در اتاق برجام توش قرار گرفته. وضعیتی که ما نمیگوییم، خودش ازش، خودشون از چه عبارتی به کار میبرن؟ باطلاق برجام. بنبست برجام. این توصیفاتی که خودشون میکنن. خب پنج به اضافه یک و آمریکا براشون خیلی معنایی مشخصه که رژیم هیچ واکنشی نمیتونه نشون بده، هیچ اقدامی نمیتونه بکنه و دخالت های منطقهش، در حالی که در برابر دخالت های منطقهش، در برابر تروریسمش، در برابر حقوق بشرش، بهش تحریم های بیشتری رو چیکار میکنن؟ اعمال میکنن، در حالی که اونجا تحریم ها برداشته نشده، کاری هم نمیتونه بکنه. اینها دارن تحریم های بیشتری رو به این دلایل گفتن بهش چیکار میکنن؟ اعمال میکنن. که همین اول برنامه هم گفتیم، همین جدیدترین تحریم هایی که چیکار کردن؟ اعمال کردن. ضمن اینکه شما میدونین اصلی ترین تحریم آمریکا علیه رژیم که از سنا گذشته تو مجلس نمایندگان در دست چیه؟ بررسی و در مرحله رأی گیریه. چیزی که خود اینا بهش میگن چی؟ مادر تحریم ها، سیاه چاله. یعنی ازش این از این ازش که زمین گیرشون میکنه، در حالی که رژیم هیچ کاری نمیتونه بکنه، رژیم رو زمین گیر میکنه. و معناش هم این است که اگر اون تحریم ها به تصویب برسه و از کنگره بگذره و رئیس جمهور امضا کنه که این سمت و سو رو داره، یعنی حداقل معناش رفتن تو لیست سپاه پاسداران تو لیست تروریستی است. یعنی قدم اول حداقل برای بردن اینه و این برای رژیم بسیار بسیار مهمه. یعنی دست گذاشته شده رگ حیاتی رژیم. حالا اینکه میگید رگ حیاتی رژیم قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی، در مورد این موضوع پاسدار باقری، رئیس ستاد مشترک کل نیروهای مسلح رژیم، باقری گفته که اگر اسم سپاه توی لیست تروریستی آمریکا قرار بگیره، پایگاه‌های آمریکا در منطقه در خطر خواهد بود. بله. پاسخ اینطور داده. بله. این رو چطور توضیح میدین؟ بله. اصلا به قول معروف یه اصطلاحی هست که این حرفش رو میشه به اون اصطلاح تشبیه کرد. البته قبل اینکه تشبیه کنم بگم، دو تا واقعیت رو با هم نشون میده حرفش. از یک طرف پارس خابیده بیش نیست، چرا که خودشون میدونن هر گونه اقدام نظامی، رفتن توی ازمین در پاسخ به تحریم ها، هر گونه اقدام نظامی که بکنن، معناش اینه که روشن کردن شعله جنگ رو و این برای رژیم پایان رژیمه. اینو خودش هم میدونه، پارس خوابیده است. همین امروز هم سخنگوی کاخ سفید شان اسپایسر جوابش داد که گوه این حرفا برای ما اهمیت نداره، ضمن اینکه آمریکا به عنوان قدرتمندترین ارتش جهان میدونه از خودش چجوری دفاع کنه. پس بنابراین بله، این از این نظر. حالا بله.
نکته دیگه این که علی رغم این به هر حال این پارس خابیده نشون میده که ماهیت این رژیم چیست. یعنی اینو علی القاده اینو به هر حال توش هست، همون حرفی که نماینده آمریکا تو سازمان ملل چند وقت پیش زد، گفت عقربی که به هر حال در تینتش نیش زدن چیه؟ هست. بنابراین اینم که این حرفو میزنه علی رغم اینکه پارس خابیده است و خودشون هم میدونن نهایتاً چه خواهد شد، ولی به هر حال از این طرف ماهیتشون رو نشون میدن که چنین جوابی میدن و چنین حرفی رو میزنن. بله، تشکر میکنم از اینکه در گفتگومون شرکت کردید. ممنون.